سلام به شما دوستان عزیز و هممیهنان و همزبانان و همراهانی که بیننده این برنامه هستید. امیدوارم که همگی در حد ممکن و مقدور شاد و سلامت باشید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در چند هفته گذشته در دهکده جهانی من و شما اخبار و قصه های تلخ و شیرین در این سو و آن سو فراوان بودند. از اخبار مربوط به صلح و دوستی ها و عقد قراردادهای اتمی و غیره گرفته تا متاسفانه اخبار ناگوار مربوط به جنگ و ستیز و دربدری ها. بله، حتما شما هم تصاویر تأسف‌بار حرکت پناهندگان سوری و کوبانی رو تا به حال بارها و بارها دیده اید. آوارگانی که برای فرار از جهنم جنگ مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. هزاران زن و مرد و کودکی که از راه زمین و دریا و با گذر از کوه و دشت و دریا به سوی کشورهای اروپایی روان شدند. با آن امید که سرپناه امنی بیابند. اما متاسفانه دیدیم که کشورهایی چون یونان و مجارستان برخلاف کلیه اصول اخلاقی و اصول حقوق بشر از پذیرفتن این آوارگان متاسفانه سرباز دادند. و خوشبختانه در مقابل این نامهربانی ها کشورهایی بودند که با آغوش باز اونها رو پذیرفتند. مردم و کشور آلمان و اتریش با روی گشاده به استقبال آوارگان شتافتند و با این حرکت به دنیا و من و شما نیز یادآور شدند که هنوز انسان و انسانیت در گوشه هایی از جهان امروز وجود داره و چون خورشید بر انسان میتابه و گرما و هستی میبخشه. همونطور که میدونید بعد از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای دنیا بر اساس کنوانسیون ژنو پذیرفتند که برای حفظ جان انسانها به پناهجویان کشورهای دیگر پناهندگی بدهند. کشورهایی نیز سهمیه‌ای از نظر پذیرش تعداد پناهجو پذیرفتند که تاکنون نیز لازم الاجرا بوده و هست. اجازه بدید با هم فیلمی رو ببینیم که مربوط است به پناهندگان لهستانی که در سال 1939 و به خاطر فرار از دست نازی‌ها و نیروهای هیتلر از کشور لهستان به روسیه فرار کردند و از اونجا خودشون رو به خاک پاک ایران رسوندند و در ایران پناه جستند. Wanderers upon the face of the earth. Patriots from Poland, nearing the end of one of the most amazing marches in history. 3,000 weary miles they've walked to find a haven of refuge. Some have babies that were born during the pathetic three-year flight from their homeland. A people who since 1939 have known war as perhaps no other people have known it. A people who have known hunger, starvation. A people ground to helplessness beneath the heel of Nazi oppression. From one little town in Poland, 1,000 men, women and children fled from the Nazis into Russia. When the Nazis followed, they pushed on through mountain and desert, 3,000 miles to Persia, to a haven in Iran on the Caspian Sea. Here they found a promised land, a refugee city of their countrymen deep in the foothills of the Trans-Caucasian Mountains. From British and American Red Cross stations, they received fresh clothing, shoes to replace those worn ragged beyond recognition or repair. The first real home-cooked meal in years. Quickly, schools are formed that Poland's speech may never die. Mothers till the ancient soil of Persia, while father, son, and daughter leave to join new armies of the Polish government in exile. Legions of Polish women and legions of Polish men now forming to join the United Nations in the fight against the Axis. The prayers of their countrymen go with them. Prayers for their success and prayers for their safe return. Daily, little Poland in Persia grows as new arrivals swell their numbers. Reunion in Iran for families parted more than 3 years ago.
the courageous people of Poland, staunch allies of the United Nations in the fight for freedom. چندی پیش در آلمان در شهر برلین فرصتی پیش آمد تا از نزدیک با چند تن از جوانان فعال و تحصیل کرده ایرانی که اکثرا در سالهای اخیر به خارج از کشور مهاجرت کردن آشنا بشم و از اونها در مورد تجربیاتشون از زندگی کردن در خارج از کشور بپرسم. امروز با یکی از این دوستان خوب و جوان و آگاه آشنا میشیم. خانم آزاده کریمی روزنامه نگاری که تنها 2 سال است که به خارج از کشور مهاجرت کرده و او از مشکلات و نکات مثبت و منفی زندگی کردن دور از سرزمین مادری میگوید. خیلی خوشحالم که امروز فرصتی پیش اومد که با شما از نزدیک آشنا بشم و بتونم این گفتگو رو داشته باشم. خانم کریمی، به عنوان یه روزنامه نگاری که حدود 2 ساله مثل اینکه در برلین زندگی میکنید، خواستم تجربه شما رو از زندگی در خارج از کشور ببینم که آیا شما تجربه مثبتی اینو میبینید، با چه چالش ها و چه چالش هایی روبرو بودید و به طور کلی چطوری میبینید؟ والا در مورد مثبت یا منفیش بودن نمیتونم خیلی کلی جواب بدم، چون توی بعضی چیزا مثبت بوده قطعا، ولی خب توی بعضی چیزا منفی. یعنی وقتی که برای اولین بار توی خونم توی برلین از پنجره داشتم بیرون رو نگاه میکردم، با خودم فکر میکردم که چقدر دلم میخواست که برگردم و تو خونه قبلیم، چشمانداز خونه قبلیم رو ببینم. ولی تمام این احساسا فکر میکنم که خیلی آنیه و حداقل آدم سعی میکنه که برای لحظه هم که شده اونا رو فراموش کنه و به قدم های جلو نگاه کنه و به آینده. الان 2 ساله که اینجا هستی، درسته؟ در این 2 سال چه چیز رو بیشتر دلتون میخواست که داشته باشین و ندارین در مقایسه با ایران؟ خیلی چیزای مختلفی هستش، ولی میتونم بهتون بگم که خیلی با دلتنگی های بقیه آدم ها مشترک نبوده. معمولا خانواده اولین چیزی که در واقع این دلتنگی براش پیش میاد، ولی خب چون من خیلی مطمئن هستم که خانوادم رو میبینم، اون دلتنگی ها رو ندارم. یعنی خیلی ترس و وحشت از اینکه طولانی شدن زمان و اینه که احتمالا نتونم اونا رو ببینم در من وجود نداره، ولی اون چیز لذت هایی که همیشه از ایران بردم، لذت های خیلی کوچیکی بودن که اینجا هنوز بهشون نرسیدم. یعنی فکر میکنم که مثلا لذت هایی مثل اینه که با یه جمع دوستانه توی کافه میشستیم، با هم یه حرف میزدیم، حتی حرف خاصی هم نمیزدیم و وقت گذرونی میکردیم. دلم برای در واقع اون وقت گذرونی ها بدون دغدغه خاصی، به این معنی که چون تو ایران که زندگی میکنید با آینده اصلا در واقع روبرو نیستید، چون با همون لحظه حالتون زندگی میکنید، ولی وقتی که میاید و مهاجرت میکنید هر لحظه فقط دارید به آینده فکر میکنید، هر لحظه به این فکر میکنید که چه راههایی رو میتونید پیدا بکنید که به موفقیت شما ختم بشه، فکر میکنید که چه چیزی بیشتر شما رو موفق میکنه و خودتون رو تجهیز میکنید. و این مثل کسی میمونه که شما برای 1 ساعت آینده میخواد به میدان نبرد بره. خب قاعدتا این خیلی با تنش تره تا موقعی که شما مطمئن هستید که آینده تفاوت آنچنانی نمیکنه. وقتی که توی همین کافه نشستیدم ممکن تا 1 ساعت آینده هم بازم هیچ اتفاق خاصی نیفته. شما تصمیم دارید اینجا بمونید، درسته؟ والا در کشور آلمان خیلی مطمئن نیستم که بخوام که برای همیشه بمونم، ولی اینجا رو تقریبا میتونم بگم که دوست دارم برای زندگی حداقل برای 5-6 سال آینده. 5-6 سال. ولی به طور کلی زندگی در خارج از کشور رو میخواید ادامه بدید. میتونم بپرسم چرا؟ چه دلیلی؟ چه چیزی مهمترین چیزی که شما رو اینجا میتونه نگه بداره و علاقه دارید که ادامه بدید چی هست؟
رشده. من فکر میکنم که حالا نمیخوام بگم که ما فرهنگمون فرهنگ عجیب و غریبیه، ولی فرهنگه، یعنی اینه که من فکر میکنم که زندگی کردن در یک دنیای دیگه، فرق نمیکنه برلین باشه یا هر جای دیگه، شما رو تربیت میکنه، شما رو قوی تر میکنه و من خیلی استقبال میکنم از اینکه آدم قوی تری بشم نسبت به اون چیزی که در ایران بودم. و به نظر من این یک تجربه بسیار بزرگ برای تمام کسانی که توی ایران زندگی میکنن، حداقل میتونن یک سال، دو سال، سه سال، هر زمانی که میتونن این تجربه رو بکنن و خودشون رو موقع تصمیم بگیرید که آیا میتونن و دوست دارن که این رو ادامه بدن یا نه. و من فکر میکنم که برای ادامه دادنش فقط باید یه مقدار صبور بود و یه مقدار امیدوار، چون ما در واقع توی کشور ایران به دنیا آمدیم و مهاجرت کردن این هستش که شما به یک دنیای دیگه پرتاب میشید. پرتاب شدن با خیلی چیزا شما رو مواجه میکنه که خیلی هم عجیب نیست. وقتی که شما کوه میرید با موقعی که دارید در واقع تو خیابون خونتون پیاده روی میکنید دو تا چیز متفاوته و فکر کنم اولین قدم اینه که ما این رو درک کنیم که شرایط متغیریه و نباید انتظار داشته باشیم که مثل قبل باشه. شما به عنوان یک روزنامه نگار، آیا آزادی صحبت کردن راحت، نوشتن راحت، آیا ممکنه یکی از دلایل اینی که شما اینجا رو دلتون میخواد بمونین باشه؟ شاید به نظرتون عجیب برسه، ولی من فکر میکنم که در دنیای غرب هم توی این دو سال من خیلی راحت نتونستم که اون چیزی که دوست داشتم رو بنویسم و فکر میکنم که در داخل ایران باز استقبال از چیزی که شما می نوشتین خیلی بیشتر بود. به این معنی که شما با یک در واقع نیروی متخاصم مشخصی روبرو بودید، ولی الان وقتی که شما یه چیزی می نویسید نمی دونید که از کدوم جهت شما رو حالا مورد عتاب قرار می دن، کدوم جهت شما رو در واقع مورد نوازش قرار می دن. شما نمی دونید که با چه نیروهایی و با چه در واقع افرادی طرف هستید. ممکنه که شما یه متنی بنویسید که به نظر خودتون خیلی با دموکراسی کامل نوشته شده، ولی وقتی که اون رو توی جمعی مطرح میکنید که واقعا یا شناختی ازش ندارید یا با تکثر آرا روبرو میشید، در واقع فکر میکنم همه دوست دارن که شما رو به اون سمتی ببرن که خودشون میل دارن و خودشون اونطوری فکر میکنن. توی ایران اینطور بود که شما توی یه روزنامه‌ای، توی خبرگزاری کار میکردید و بر طبق نظر اونها باید کار میکردین، یعنی اونها خط مشیشون مشخص بود، اگر شما توی اون چارچوب جا نمیگرفتید پس اونجا جایی برای کار کردن هم نداشتید، یعنی میشد دو تا چهار تا و شما تکلیفتون هم روشن بود، مگر اینکه روزنامه و رسانه شما در واقع کلن با سانسور روبرو بود و شما اون موقع بلا تکلیف بودید. ولی اینجا هر چقدر هم که شما تلاش میکنید و فکر میکنید که و واقعا به این نتیجه میرسید که بهتر که خودتون باشید، اصلا نیاز به تایید یا تکذیب دیگران ندارید و باید خودتون باشید تا بتونید راحت تر اینجا کار کنید. فکر میکنید تسلط به زبان، تسلط بیشتری که در زبان فارسی داشتید تا زبان خارجی، حالا اینجا آلمانی هست، نقش مهمی رو بازی بکنه؟ خیلی، یعنی اینه که زبان واقعا یک دوزخیه که کسی که در واقع بدون دونستن زبان یا حداقل اینه که با در واقع بیسیک یا حتی خیلی بهتر میتونه صحبت بکنه، وقتی میاد اینجا میبینه که واقعا نمیتونه بنویسه. نوشتن با حرف زدن خیلی فرق میکنه. شما ممکنه که خیلی راحت بتونید که کارهای روزمرتون رو انجام بدید، خیلی راحت بتونید که حتی دوست پیدا بکنید و خودتون رو به جامعه اینجا نزدیک کنید، ولی پیوستن به جامعه رسانه‌ای یک کشور دیگه، فارسی زبان منظورم نیست، حالا کلا همه کشورهایی که نیتیوشون، خیلی کار سختیه و من واقعا تحسین میکنم کسانی که میتونن بنویسن، میتونن که کار کنن، خبرنگاری کنن و در مورد ایران بنویسن یا موضوعات مختلفی، ولی واقعا زبان هر کشوری که شما وارد میشید برای نوشتن
یه دوزخیه که اگر که ازش بترسید هیچ وقت نمیتونید که واردش بشید، ولی فکر می‌کنم انقدر سخت هست که آدم بترسه. بله. خب در ایران هم تسلط به زبان خود فارسی که زبان مادری ما هست، اصل اول روزنامه نگاری و نگاشتنه. برابر این شما با یک مشکل مضاعف اینجا دچار هستید، هم زبان هست و هم زبان متعالی که برای روزنامه نگاری مناسب باشه، درسته؟ بله درسته. یه چیزی که من اینجا دیدم و به نظرم خیلی جالبه، کسانی که در واقع خارج از ایران می نویسن، اگر که نخوان که بخونن چیزایی که توی ایران منتشر شده، حتی سایت های روزمره چک نکنن، نبینن که چه اتفاقی افتاده، هر روز یک کلمه ای از انباشت کلمه هاشون حداقل کم میشه، چون که توی ایران مثل یک موتوری میمونه که همینجوری داره کلمه به دنیا میاره، هی داره کلمه، فکر و اتفاقای جدید توش به وجود میاد، و اگه یه روز عقب بمونید خب از اون طرف هم شما عقب میمونید. یعنی اینی که باید دو موتور اینجا کار کنین، هم باید زبان جدید رو سعی کنید که خیلی بهتر کنید، و همینه که زبان خودتون رو و با دنیایی که ازش اومدید همچنان ارتباط داشته باشید. شما فکر میکنید دلتون میخواد که چی کار بکنید برای 5-6 سال آینده؟ آیا میخواید روزنامه نگاری رو ادامه بدید یا فکر میکنید رشته دیگری رو انتخاب کنید؟ خب من یه خورده محافظه کارم، یعنی اینه که فکر میکنم که خیلی دوست دارم تجربه بکنم کاری به غیر از خبرنگاری رو، چون که حالا به غیر از اینه که دوستش دارم و فکر میکنم که یه بخش عظیمی از زندگیمو صرفش کردم و خب خیلی خیلی حیفه به نظرم که بخوام کنارش بذارم، ولی فکر میکنم که انقدر هنوز یه دنیای ناشناخته ای داره، حداقل که الان من باش رو به رو هستم، که اگه بخوام که کنارش بذارم مثل این میمونه که خب ترسیده باشم. بله، این که اگر که اینطوری من الان فکر میکنم، ممکنه یک ساعت دیگه یک چیزی فکر کنم، ولی الان من فکر میکنم که اگر که این جریان در واقع خبرنگاری و رسانه رو کنار بذارم، مثل این میمونه که توی یه بونگ در واقع زمین بازی یا یه فوتبالی هنوز بازی شروع نکرده تسلیم شده باشم و گفته باشم که خب من یه بازی نمی کنم. حداقل اینه که سعی میکنم تا 5-6 سال آینده این کار رو ادامه بدم، ببینم آیا واقعا میتونم این کار رو بکنم و آیا هنوز واسه من اون اهمیت رو داره، ولی اگه یه روزی واقعا این اهمیت رو از دست بده خب بلاشک همون موقع رهاش میکنم. شما برای همکارانتون که شاید بخوان یه تجربه مشابه شما داشته باشن، چه پیشنهاد و توصیه ای دارید که زبان اون کشور رو اول بدونن، یا اینکه بیان و خودشون مثل شما تجربه بکنن و با چالش هایی که هست دست و پنجه نرم کنن؟ حالا من فکر میکنم که هر چقدر که خودشون رو با ابزارهای مختلف و متنوع تجهیز بکنن به نفعشونه. حالا این ابزار میتونه که یاد گرفتن یک تکنیک باشه، مثل حتی تدوین کردن، مثل فیلم برداری کردن، مثل تدوین صدا، اگر که بخوان تو کار خبرنگاری بمونن، و حالا تا اینکه زبان یاد بگیرن. زبان یاد گرفتن هم در واقع یه چیزیه که متاسفانه شما زبان رو تو ایران یاد میگیرید و فکر میکنید که بالاترین درجه زبان رو دارید، اما وقتی که میاید در واقع دارید یه جای دیگه زندگی میکنید، میبینید که اصلا اون چیزی که شما یاد گرفتید مثل یه قدم اوله، چون که توی ایران شما در واقع معاشری به زبان خارجی ندارید، حالا به زبان انگلیسی منظورم است، واقعا معاشری ندارید، خیلی نیازی احساس نمی کنید، توی ایران خیلی گردشگر نیست، خیلی دوست خارجی ندارید و اینها، مگر حالا به صورت اینترنتی. به خاطر این فکر میکنم که هر چقدر که ما اونجا تلاش کردیم که زبان یاد بگیریم و تلاش کردیم که خب حالا خیلی در واقع با انرژی زیادی سعی کنیم که به دنیای خارج از کشور هم نزدیک بشیم، ولی وقتی که میایم میبینیم که تو قدم اول هستیم. ولی فکر میکنم به لحاظ تکنیکی، به لحاظ در واقع ابزارهایی که میتونید یاد بگیرید، هر چقدر که دانشتون رو نسبت به موضوعات بالاتر ببرید، اون وقت میتونید که خیلی راحت تر پیش برید. خیلی ممنون از وقتی که دادید، انشالله موفق باشید و من انشالله در سالهای آینده با شما
دیداری خواهم داشت و میبینیم که به کدوم طرف شما کشیده شدید و انشاءالله در کار همین روزنامه نگاری موفق باشید. متشکرم، خیلی ممنون، لطف کردید. مرسی. کلمه هنرمند یا آرتیست در این سو در کشورهای غربی معمولاً به شخصی اطلاق میشه که خالق یک اثر هنری باشه، مانند نقاش یا مجسمه‌ساز، آهنگساز، شاعر، نویسنده و غیره. در آن سو ایران اما این لغت بخش گسترده‌تری از دست‌اندرکاران هنر و مجریان اونو در بر می‌گیره، مانند خوانندگان یا بازیگران که به اجرای اثری که هنرمند دیگری خلق کرده می‌پردازند. به هر صورت در این بخش، یعنی بخش با هنرمندان در این سو، به هنرمندان هر دو گروه و آثار اونها خواهیم پرداخت. برای آشنایی با هنرمند این هفته، قسمت‌هایی از برنامه‌ای که چند سال قبل پس از درگذشت این هنرمند ارزنده ساخته بودم رو می‌بینید. هنرمند این هفته زنده یاد جلالی سوسن‌آبادی، یکی از اساتید چیره دست مینیاتور ایرانی است که سالها در این سو لس‌آنجلس می‌زیست و در طول حیات پربارش با قلم سحرآمیزش آثاری آفرید بی‌نظیر و ماندنی. تقویم این هفته را به جلالی سوسن‌آبادی، مینیاتوریست و نازک‌نگار چیره دست معاصر، به مناسبت برگزاری 100مین نمایشگاهش به این هنرمند اختصاص می‌دهیم. امروز به دیدار نگارخانه‌ای در شهر می رویم که می گویند زاده سرپنجه استادیست چیره دست و صاحب نام، هنرمندی که با قلموی نازک و نقطه‌هایی چون سر سوزن قادر است دنیایی بسازد به بزرگی همه زیبایی ها. جلالی سوسن‌آبادی در اول اردیبهشت ماه 1313 خورشیدی در سوسن‌آباد عراق به دنیا می آید. از همان دوران کودکی به هنر نقاشی دل می بندد و نقاشی به صورت تنها مونس همیشگیش در می آید. سوسن‌آبادی که در دامان طبیعت پرورش یافته و به علت تفاوت‌های روحی و جسمی با همسالانش دمساز نیست، دوران کودکی خود را به همراه رودها و چشمه‌ساران در دشت‌های سرسبز می‌گذراند و با شگفتی زیبایی‌های طبیعت را به ذهن می‌سپارد و همین اندوخته‌های ذهنی است که بعدها بر تابلوهایش جانی دوباره می‌گیرند. جلالی سوسن‌آبادی در حقیقت از 8 سالگی قلم به دست می‌گیرد. دقت و ظرافت نقاشی‌های کودکانه او توجه استاد الطافی را به خود جلب می‌کند و او وی را به آموختن این هنر تشویق می‌نماید. سوسن‌آبادی در سن 12 سالگی کشیدن مینیاتور را تحت نظر استاد الطافی آغاز می کند و هنر نقطه پردازی را فرا می گیرد. زمانی نمی گذرد که سوسن‌آبادی در این فن مهارت و شهرت فراوان می یابد و پس از چندی نزد استاد بهزاد، استاد شهیر مینیاتور، به آموختن فن طراحی و فی‌البداهه‌کاری می پردازد. دوران این آموزش زیاد دوام نمی آورد و ضمیر پویای نقاش او را به راهی دیگر می کشاند. او مدت 8 سال پی در پی به امر طراحی و مطالعه رنگ ها می پردازد و آثار اولیه هنرمند جوان که اکثراً دارای قالب های کلاسیک مینیاتور ایران است با کارهای اساتید زمان به رقابت می پردازند. سوسن‌آبادی که پایه و اساس مینیاتور خود را
بر محکمترین و درخشانترین دوران این هنر قدیمی یعنی دوره تیموریان و صفویان نهاده است، به دنبال راهی است تا او را از چهارچوب بسته سنت مینیاتور رها سازد و او را قادر نماید تا بدون تقلید از گذشتگان افکار نوین خود را با آن درآمیزد. استاد سوسن آبادی در مورد هنر کهن مینیاتور و پیشینه آن این چنین میگوید: اولا مینیاتور میدونید که یه چیزی در حدود 900 تا 1000 سال تاریخچه داره، بعد 800 سال به این طرفش دیگه ضبط است و به صورت کتاب فراوون ضبط شده و در موزه ها هست، در کتاب ها هست، ولی از زمان صفویه به صورت تابلو در اومد و روی در و دیوار و نقش تصویر و قاب شده به دیوار رفت و در زمان قاجاریه شدیدتر شد. در زمان قاجاریه و اواخر صفویه تقریبا هنر اروپایی هم قاطی شد و اصلا یه حال هوای دیگه گرفت که با هنر تیموریان و هنر اوائل صفویه اختلاف زیادی داره که به نظر من اصالتش در اون دوران شدیدتر بوده. استاد سوسن آبادی از لطمه دیدن مینیاتور سخن میگوید: از صبح در معاصر بیشتر لطمه دید، البته معاصر که میگم از 70-80 سال به این طرف، شاید 100 سال، و دلیلش داخل شدن و یا آشنا شدن هنرمندان ما با نقاش های اصول نقاش و اثر نقاش های خارجی بود. پرسپکتیو قاطی شده شدیدن، نمیدونم سایه روشن به نحوی که اصلا در این کار زیاد معنای نداشته جز کنتراست رنگ پیدا شده، کمپوزیشن ها به هم خورده، یه شکل دیگه گرفته. از استاد سوسن آبادی در مورد تعریف نوآوری و لزوم آن در هنر و به خصوص هنر مینیاتور میپرسم. نوآوری رو بیشتر من به چیزی میگم که واقعا خیلی بدایه به وجود اومده باشه و هسته قبلی نداشته باشه. نتیجتا ادامه این هنر تا کار من و زمان من با یه مقدار تحولاتی روبرو شده که به دست من انجام شده و بسیار چشمگیر و قابل توجه است. به عقیده بسیاری از منتقدان، سوسن آبادی هنرمندی است اهل تفکر و صاحب سبک که با شکستن سنت چند صد ساله به مینیاتور ابعادی گسترده بخشیده است. او که به ادب و فرهنگ ایران مهر می‌ورزد، در عرفان نیز به پژوهش پرداخته. آثار او که ابتدا حاوی مضامین و قالب‌های کلاسیک مینیاتور ایران بود، رفته رفته به نوعی ذهن‌گرایی، ابستره و سورئالیسم نزدیک می‌شوند. حیوانات و به خصوص اسب، آهو، سیمرغ و جغد در دوره‌ای از کارهایش نقش‌های اساسی به عهده دارند و جغد متفکر و گاه خشمناک بر کلیه جریانات درون تابلو ناظری است همیشگی. از خدمات ارزنده سوسن آبادی 23 سال تدریس بیوقفه مینیاتور در هنرستان کمال‌الملک تهران می باشد که از سال 1341 تا 1357 به این مهم مشغول بوده است. سوسن آبادی که در سال 1980 و بعد از انقلاب ایران را به قصد اروپا ترک می کند، در سال 1983 به جنوب کالیفرنیا آمده و همکنون بیش از 10 سال است که در کنار همسر مهربان و یاورش و فرزندان برومندش در این شهر روزگار می‌گذراند. او در خلوت روزها بی‌وقفه به خلق آثاری یگانه اشتغال دارد. او هنوز هم از طبیعت و زیبایی‌هایش شگفت زده می‌شود. استاد جلالی سوسن آبادی متاسفانه در تابستان سال 2004 در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای جنوبی چشم از جهان فرو بست. یادش در این سو و آن سو و هر جا که هنر زنده است گرامی باد. تا برنامه‌ای دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادون.